یک منبع آگاه به خبرگزاری دولتی ایران گفته است اعلام نتیجه مذاکرات اتمی در وین تا آخر شب چهارشنبه یا پنجشنبه صبح به طول خواهد انجامید. وی تاکید کرده که پیشرفت در زمینه فنی برنامه جامع اقدام مشترک 70% و برخی زمینه های دیگر تا 90% بوده است. وی که نخواست نامش فاش شود در واکنش به ارزیابی های منفی از سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت صحبت های آقای کری چندان منفی نبوده است و در برخی از موارد مشکلات جدی باقی مانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا عصر روز گذشته 14 تیر ماه گفت ما هیچگاه تا این اندازه به توافق اتمی نزدیک نبودیم، اما در شرایط کنونی ممکن است که مذاکرات به هر سمت و سویی کشیده شود. اگر ایران سرسختی مطلق نشان بدهد، آمریکا تمایل به ترک مذاکرات دارد، همانطور که باراک اوباما نیز این موضع را تکرار کرده است. آقای کری همچنین گفت در این هفته باید تصمیمات دشواری گرفته شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مرکز اسلامی امام علی وین از مردم خواست دعا کنند تا نتیجه مذاکرات آنچه که صلاح است مقدر شود. آقای ظریف امروز قرار است به طور جداگانه با فیلیپ هاموند، سرگئی لاوروف و لوران فابیوس وزرای خارجه بریتانیا، روسیه و فرانسه دیدار و گفتگو کند. همزمان فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا جو مذاکرات هسته‌ای را مثبت ارزیابی کرد و گفت در قسمت پایانی یک ماراتون طولانی هستیم. اگر قرار است توافق شود، وقت آن فرا رسیده است. همزمان با ادامه مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، یک گروه 5 نفره از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند. قرار است در جریان این سفر یک روزه این گروه درباره جزئیات تفاهم به دست آمده ایران و آژانس با مقامات ایرانی گفتگو کنند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس پنجشنبه به تهران رفته بود و با مسئولان ایرانی درباره عملیات بازرسی از نیروگاه‌ها و پایگاه‌های ایران گفتگو کرده بود. ابعاد نظامی فعالیت‌های پیشین هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین مسائل مطرح شده در مذاکرات است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گمان می‌کند که ایران در سال 2003 آزمایش‌هایی برای دستیابی به بمب اتم انجام داده است. آژانس می‌خواهد با دانشمندان هسته‌ای مرتبط با این آزمایش‌ها گفتگو کند، در جریان اسناد موجود قرار بگیرد و از پایگاهی که در آنها این آزمایش‌ها صورت گرفته بازرسی کند. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است توافق اتمی با تایید شورای امنیت شکل رسمی پیدا خواهد کرد، ضمن آنکه در یک اقدام همزمان در روز توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت یک جا لغو و اقدامات ما نیز در عمل به تعهدات انجام می‌گیرد. و روز شنبه 13 تیر ماه از طریق ویدیو کنفرانس از وین در گفتگوی زنده با صدا و سیما تصریح کرد هر دو طرف به دنبال آن خواهند بود تا اقدامات خود را در زمانی انجام دهند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد، که رسیدن به این مرحله سخت و دشوار است. آقای عراقچی درباره پذیرش اجرایی شدن توافق زیر نظر آژانس گفت روز اول روزی است که به جمع‌بندی از توافق می‌رسیم و اعلام خواهد شد و بعد از آن شورای امنیت قطعنامه را صادر می‌کند. بعد منتظر می‌مانیم روال قانونی در کشورها طی شود و بعد که کشورها آمادگی خود را طی کردند می‌شود روز توافق و بعد از آن طرف‌های مقابل تحریم‌هایشان را لغو می‌کنند و ایران هم شروع می‌کند به اقداماتی که باید صورت دهد تا زمانی که اقدامات ما به مرحله‌ای برسد که طبق توافق باید برسد و آن زمان روز اجرایی شدن توافق است. در کمتر از 40 ساعت دیگر احتمالاً با نتیجه مثبت گفتگوهای 5 به علاوه 1 با دولت جمهوری اسلامی ایران خاتمه خواهد یافت. قبل از اینکه آخرین گفته ی آقای لوران فابیوس رو به اطلاعتون برسانم، دو جمله از دو نشریه معتبر فرانسوی، روزنامه لوموند که میگوید تصمیم دشوار رو جمهوری اسلامی ایران باید بگیرد و نه 5 به علاوه 1، و در مقابل روزنامه لیبراسیون می نویسد که غربی ها و نه تمام 5 به علاوه 1، منظور چین و روسیه، فشارهای خودشون رو بر جمهوری اسلامی افزودند. البته آقای ظریف قبلا گفته بود که ما با گفتگو و ادامش موافقیم و
با زورگویی مخالف. آقای جان کری هم به نوبه خود گفته بود اگر وضعیت به سرسختی بیانجامه، همطور که آقای اوباما گفته، ما میز رو ترک میکنیم. به هر حال دیدار آقایان کری و ظریف نوعی رکورد شکن شده است در یک هفته گذشته. به نوعی این دو اردو زدند در شهر وین، جدا از ملاقاتاشون یا در لوزان و یا در ژنو. به هر حال همین یک شنبه چندین بار همدیگر رو دیدن، ضمن اینکه آقای ظریف فرصت پیدا کرد به مسجد مسلمانان که بخشی از هزینه هاش رو هم جمهوری اسلامی ایران در وین تامین می کند رفته باشد و در مراسم شب قدر دعاهای لازم رو انجام داده باشه. آنچه که تا این لحظه می دانیم، کار رو همونطور که قبلا هم اشاره شده بود به آژانس بین المللی انرژی اتمی سپردن، یعنی لغو تحریم ها گره اصلی کار بود. این 5 به علاوه 1 نیست که تعیین میکنه، بلکه هرچه آژانس یعنی آقای آمانو اعلام بکند، 5 به علاوه 1 مجری آن خواهند شد. و آقای آمانو بعد از بازگشت از سفرش به تهران گفت چندین ماه به اطمینان یابی نیاز هست و این به این معناست که لغو تحریم ها نیز تا چند ماه آینده عملی نخواهد بود. البته بخشای از همکنون و حتی در طول گفتگوها انجام شده است. خبر آخر و گفته آقای لوران فابیوس که کلید گفتگوهای 5 به علاوه 1 را نشان میداد این است که این جمهوری اسلامی ایران است که باید مشخصا تعیین کند و بگوید که آماده انجام تعهدات خود نسبت به گفته هایش خواهد بود. به هر حال روز اول آقای جواد ظریف با صندلی چرخدار به ژنو آمد، امروز آقای جان کری با عصا راه می رود، ولی حال هر دو و فضای گفتگو بسیار خوب است. پاریس، تلویزیون ایران فردا. گارد ساحلی هند اعلام کرده یک قایق ماهیگیری ایرانی را توقیف و 12 خدمه آن را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام ارشد پلیس ایالتی کرالا گفته است خدمه قایق تحت بازجویی قرار گرفتند تا تحقیقاتی در مورد احتمال قاچاق و نقض امنیت ملی هند انجام شود. همین خبرگزاری از قول سخنگوی وزارت دفاع هند نیز خبر داده است این توقیف روز یک شنبه 14 تیر ماه صورت گرفته است. شبکه اندی تیوی هند نیز میگوید تحقیقات همچنان در جریان است. مقام‌های هندی جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکردند. به گزارش این شبکه تلویزیونی این قایق از روز جمعه تحت نظر بوده است. خبرگزاری پرس تراست هند گزارش داده است که مقام‌های گارد ساحلی در این قایق یک تلفن ماهواره‌ای و یک مدرک هویت پاکستانی کشف کردند. تلفن ماهواره‌ای در هند غیرقانونی است. این کشور و پاکستان نیز روابط پرتنشی دارند. روزنامه هندو اما به نقل از یکی از بازرسان گزارش داده است که داستانی که بازداشت شدگان تعریف کردند شدیداً شک برانگیز است و با وجود آنکه میگویند ماهیگیر هستند، اما هدف و ملیت اصلی این افراد هنوز شبهه برانگیز است. به گزارش پرستراست و به نقل از بیانیه ای از گارد ساحلی هند، این قایق ماهیگیری در 25 ماه مه راهی شده بود و ممکن است در حال حمل کالای با ارزش قاچاق در دریا بوده است. مقام های ایرانی و وزارت خارجه هنوز به خبرهای منتشر شده واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر روزنامه اردنی الرای گزارش داده است یک سازمان امنیتی اردن اخیراً طرحی که قرار بود توسط یکی از نیروهای وابسته به گردانهای بیت المقدس یکی از شاخه های سپاه پاسداران اجرا شود را خنسا کرده است. بنابر این گزارش از این شخص که قصد داشت عملیاتی تروریستی در اردن اجرا کند، پس از دستگیری مقادیر زیادی مواد شدیدالانفجار کشف و ضبط شد که در منطقه‌ای در شمال کشور جاسازی شده بود. یک منبع مطلع به روزنامه اردنی الرای گفته است شورای نظامی دادگاه امنیتی کشور به ریاست قاضی محمد العفیف روز دوشنبه 15 تیر ماه نخستین جلسه خود را برای محاکمه متهم برگزار خواهد کرد. این متهم تابعیت دوگانه عراقی نروژی دارد. او با 2 اتهام، یعنی در اختیار داشتن مواد منفجره و برنامه ریزی برای عملیات تروریستی در اردن روبروست.
این منبع افزوده است 45 کیلوگرم مقدار مواد انفجاری است که از این متهم کشف و ضبط شد. این مواد در منزلی در منطقه سقرالعصفور در استان جرش جاسازی شده بود. این منبع ادامه داده است این بزرگترین پرونده درباره فعالیت‌های تروریستی در خاک اردن از حیث مقادیر مواد منفجری ضبط شده از 10 سال پیش تا کنون است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده است. ۶۱% مردم یونان در همه پرسی روز یکشنبه 14 تیر ماه به طرح کمک مالی اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. رهبران اروپایی گفتند که به رأی مردم یونان احترام می‌گذارند. در همه پرسی روز یکشنبه طرح پیشنهادی 3 سازمان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپایی برای دریافت وام‌های بیشتر به رأی گذاشته شده بود. نتایج همه پرسی که با پیروزی قطعی طرفداران رأی نه همراه بود، برخلاف پیش‌بینی‌هایی بود که رقابت نزدیکی را میان طرفداران رأی آری و نه نشان می‌داد. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی روز یکشنبه در این کشور، رأی منفی مردم به شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی را ستود و گفت دولت وی آماده بازگشت فوری به مذاکره با وام دهندگان است. نخست وزیر یونان بعد از روشن شدن نتایج همه پرسی گفت امروز همه یونانیان در کنار هم برگه‌ای درخشان را در تاریخ مدرن اروپا ثبت کردند. یونانی ها ثابت کردند که حتی در سخت‌ترین شرایط نمیتوان از دموکراسی باج گرفت. آقای سیپراس روز یکشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تلفنی گفتگو کرد و قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز دوشنبه برای ملاقات با رئیس جمهور فرانسه به این کشور سفر کند. قرار است خانم مرکل و آقای اولاند در مورد واکنش به نتیجه همه پرسی یونان گفتگو کنند. دو کشور آلمان و فرانسه همچنین خواستار تشکیل جلسه اضطراری کشورهای صاحب یورو در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه برای تصمیم گیری درباره حل بحران مالی یونان و رسیدگی به پیشنهاد تازه دولت یونان شدند. در همین حال ساعتی بعد از اعلام نتیجه همه پرسی، یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. وی گفت تعدادی از کشورهای طرف مذاکره یونان در حوزه یورو خواهان استعفای او شدند. وزیر دارایی یونان پیشتر وام دهندگان به یونان را به دلیل برخوردشان با این کشور به تروریسم متهم کرده بود. آقای واروفاکیس همچنین گفت الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان هم کناره‌گیری او را برای رسیدن به توافق بر سر بدهی‌های یونان مفید می‌داند. بنابر خبر دیگر، با اعلام نتیجه همه پرسی یونان و مطرح شدن احتمال خروج این کشور از حوزه اقتصادی یورو، ارزش این واحد پولی در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن سقوط کرد. ارزش سهام‌های اروپایی در اکثر بازارهای بورس آسیا هم کاهش یافته است. گفته می‌شود بانک‌های یونان تنها چند روز با تمام شدن نقدینگی و ورشکستگی کامل فاصله دارند. در این صورت میلیون‌ها یونانی پسندازشان را از دست می‌دهند، شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و یونان با کمبود مواد غذایی و دارویی وارداتی روبرو خواهد شد. وام دهندگان به یونان شرط اصلی تمدید برنامه کمک مالی به این کشور را ادامه برنامه سختگیری اقتصادی در یونان تعیین کردند، اما دولت چپگرای یونان شرایط وام دهندگان را تحقیرآمیز می‌داند و آنها را به باج‌خواهی متهم می‌کند. در سال 2013 یورو دومین ارز با بیشترین چرخش در بازارهای جهانی پس از دلار آمریکا و پیش از ین ژاپن بود. در سال 2014 میلادی ارزش مجموع اسکناس‌ها و سکه‌های یورو در چرخش بازارهای جهانی از ارزش مجموع اسکناس‌ها و سکه‌های دلار آمریکا در بازارهای جهانی بیشتر بود. صندوق جهانی پول در سال 2008 میلادی با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید و نیز تولید ناخالص داخلی گفت کشورهای حوزه یورو دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می‌دهند.
آیت الله علی خامنه ای روز شنبه 13 تیر در دیدار با جمعی از استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های سراسر کشور از افشای بورسیه‌های غیرقانونی به عنوان حاشیه‌سازی در موضوع بورسیه‌ها و مصداق سیاست بازی در دانشگاه‌ها نام برد. رهبر جمهوری اسلامی گفت: تحقیقات دقیق نشان می دهد مسئله بورسیه ها به آن شکلی که در روزنامه ها با آن بازی کردند نبود، اما اگر هم بود باید از راه های قانونی امتیازاتی که عده‌ای برخلاف قانون گرفته بودند لغو می شد، نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود. وی توضیح بیشتری درباره تحقیقات دقیق نداد. او ابراز تأسف کرد از اینکه در موضوع بورسیه ها به عده‌ای ظلم شده و افسود سمی که در این موضوع به دانشگاه ها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاستکاری نشأت می گرفت و متاسفانه هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود. آقای خامنه ای در شهریور ماه 1388 با ابراز نارضایتی از آموزش علوم انسانی، تحصیل حدود 2 میلیون نفر از 3.5 میلیون دانشجوی ایرانی در رشته های علوم انسانی را مایه نگرانی دانسته بود. پیگیری ماجرای بورسیه های غیرقانونی یکی از مستندات استیضاح رضا فرجی دانا، نخستین وزیر علوم دولت حسن روحانی از سوی اصولگرایان مجلس نهم بود که به برکناری وی منجر شد. وزارت علوم آبان ماه 1393 گزارش نتیجه بررسی 3772 بورسیه بدون آزمون دوره دکترا در دولت‌های نهم و دهم را منتشر کرد که با واکنش تند مسئولان پیشین این وزارتخانه روبرو شد. در واکنش به سخنان روز شنبه خامنه ای، معاون پارلمانی وزیر علوم یک شنبه 14 تیر گفت: در موضوع بررسی بورسیه های غیرقانونی تمام فعالیت ها به صورت کارشناسی و غیر سیاسی انجام شده است. سعدالله نصیری قیداری انتقاد خامنه ای را متوجه رسانه ای شدن موضوع بورسیه ها دانست و گفت با این انتقاد موافق است. او گفت منظور خامنه ای از این که به عده ای ظلم شده رسانه ای شدن موضوع بورسیه ها بوده است. معاون پارلمانی وزیر علوم گفت برخی از اسامی منتشر شده درست نبوده، چون از طرف مدیران رسمی وزارت علوم این اسامی بیرون نرفته است. پیش از این بعضی رسانه ها خبر داده بودند که نام برخی از نزدیکان مدیران ارشد دولت های قبلی از جمله دختر کامران دانشجو و شماری از نمایندگان کنونی مجلس نیز در میان بورسیه شده های غیرقانونی بوده است. اما با توجه به مصاحبه روز یک شنبه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری تسنیم، به نظر می رسد که انتقاد خامنه ای تنها به رسانه ای شدن نام بورسیه های غیرقانونی نبوده باشد. محمد علی پور مختار در مصاحبه با تسنیم از توافق میان این کمیسیون و وزارت علوم برای دنبال کردن موضوع بورسیه ها و حل مشکلات دانشجویان بورسیه خبر داد. پیش از این کمیسیون اصل 90 مجلس در پی شکایت شماری از رد شدگان بورسیه های دولت احمدی نژاد برای حل مشکل دانشجویان بورسیه‌ای در کنار وزارت علوم وارد عمل شده بود. این کمیسیون دوم اردیبهشت پرونده بورسیه های دولت احمدی نژاد را مختومه اعلام کرد و از وزارت علوم خواست اعطای بورسیه ها را ادامه دهد، اما شماری از نمایندگان مجلس این اقدام را غیرقانونی ارزیابی کردند. مهدی دواتگری نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در آن هنگام فاش کرد که درباره پرونده بورسیه های غیرقانونی فشارها زیاد و سنگین شده تا پرونده بسته شود. حال پس از گذشت 2 ماه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مصاحبه با تسنیم گفته است که تکلیف 1600 تا 1700 دانشجوی بورسیه تعیین شده و این عده مشکلی نخواهند داشت.
به گفته آقای پورمختار، تعیین تکلیف حدود 200 دانشجوی بورسیه باقی مانده که پس از جایابی در دانشگاه‌ها مشکلاتشان حل خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که اگر وزارت علوم این بار هم مشکلات این دانشجویان بورسیه را حل نکند، آیا کمیسیون اصل 90 مجلس اقدامی خواهد کرد؟ گفت با توجه به سخنان شنبه خامنه ای، کمیسیون اصل 90 موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. پورمختار گفته که حدود 35 تا 36 نفر تخلف داشتند و اطلاعات نادرست به وزارت علوم داده اند. در واکنش به سخنان آقای خامنه ای، سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی نوشته است که موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره بزرگترین پرونده فساد علمی در ایران که به از میان رفتن میلیاردها دلار سرمایه ملی کشور منجر شد، بیشباهت با فرمان وی در خصوص هزاران میلیارد تومان اختلاس بانکی نیست که طی آن آقای خامنه ای از جراید و مسئولان خواست که بیش از حد موضوع را کش ندهند. در چند روز گذشته احتمال ائتلاف میان حزب دست راستی حرکت ملی با حزب عدالت و توسعه در ترکیه بالا گرفته، اما هنوز این ائتلاف صورت نگرفته. گمان زنی های زیادی در مورد اون و تأثیراتش بر تحولات داخلی و خارجی ترکیه رو شاهد هستیم، به ویژه در مورد مذاکرات صلح دولت ترکیه با کردهای این کشور. به نظر میرسه این ائتلاف اگر صورت بگیره بر آینده مذاکرات صلح با کردها تأثیر زیادی خواهد داشت. اما چرا؟ باید اشاره بکنم که حزب حرکت ملی به نوعی پایگاه بزرگ ملی گرایان ترکیه محسوب میشه. مقامات این حزب عمده ترین مخالفان مذاکرات صلح با کردها بوده و هستند، تا جایی که حتی در یک مقطعی اونا دولت مردان ترکیه رو از این بابت متهم به خیانت به کشور میکردن. اما با وجود این اختلاف عمیق که میان حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه وجود داره، ولی این حزب دست راستی رگه های از گرایش های اسلامی و توجه دینی هم در ساختار اون دیده میشه و این شاید مهمترین نقطه اشتراکی هستش که این حزب با حزب عدالت و توسعه داره. شاید البته اگر تعبیر درستی باشه، این حزب شباهتی با جریان های ملی مذهبی در ایران هم داره. به همین جهت حزب حرکت ملی احتمال ائتلافش با حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بیشتر از بقیه احزاب هستش. اما از این موضوع که بگذریم، مسئله اساسی که باید بهش اشاره بکنم شرط و شروطی هست که گاه این حزب برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه مطرح میکنه. از جمله گفته میشه یکی از شروط این حزب اینه که دولت ترکیه در مذاکرات صلح با کردها تجدید نظر بکنه. در این باره نورمان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه گفته که اگر حزب حرکت ملی MHP با حزب عدالت و توسعه ائتلاف بکنه، در روند مذاکرات صلح کردها تجدید نظر میشه. حتی گویا حساسیت نسبت به عنوان و اسم مذاکرات هم وجود داره و درخواست شده که اسم مذاکرات صلح تغییر پیدا بکنه. در این باره کورتولموش میگه که حزب حرکت ملی با روند مذاکرات صلح کرد ترک مخالف هستش و اگر اونها ائتلافی با حزب عدالت و توسعه صورت بدن، احتمال تغییر نام مذاکرات صلح هم وجود داره. اما در این حال کورتولموش که خودش هم برآمده از حزب عدالت و توسعه هستش، تاکید کرده که حزب عدالت و توسعه در سیاستاش در قبال مذاکرات صلح با کردها تجدید نظر نمی کنه و روال سابق رو ادامه میده، چرا که به باور آقای کورتولموش مردم ترکیه دیگه نمی خوان به دوران جنگ و خونریزی برگردن. بر روی در شرایط کنونی به نظر میرسه تنها حزب حرکت ملی هستش که گاه چراغ سبزی به حزب عدالت و توسعه در مورد ائتلاف نشان میده، اما همانطور که اشاره شد با پیش شرط های سخت، به ویژه در مورد مذاکره با کردها. مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و کردها از مارچ 2013 با پیام تاریخی عبدالله اوجالان آغاز شده. نسبتاً پیشرفت‌های امیدوار کننده هم داشته. کردها تلاش داشتن پیش از انتخابات پارلمانی این مذاکرات به نتیجه برسه، اما به نظر میرسه برخی ملاحظات
دولت ترکیه رو بران داشت تا ادامه مذاکرات بعد از انتخابات پارلمانی این کشور باشه، انتخاباتی که همین ماه پیش برگزار شد. پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که روز یک شنبه 14 تیر از سمت خود استعفا کرد، درباره دلیل کنارگیری خود توضیح داده که مشغله شخصی علت اصلی استعفای اوست و احساس می کند که دیگر در این مسئولیت مثمر ثمر نبود. وی گفته موسیقی ایران همیشه شرایط خاصی داشته، اما این امر در سال گذشته بحرانی تر شده است. آقای ارجمند درباره دوره مدیریتش گفت با حمایت رئیس جمهور و وزیر ارشاد شاهد ورود گسترده هنرمندان موسیقی به این عرصه بودیم، اما همزمان فشارها به مجموعه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یافت. آقای ارجمند گفت وزیر ارشاد همیشه صریح و قاطعانه از اقدامات دفتر موسیقی حمایت کردند، اما باید پذیرفت که برخی مسائل دیگر در دست ایشان نبوده و نیازمند عزم ملی است. آقای ارجمند گفته است من می‌خواستم در فرهنگ موسیقی کشور تحول ایجاد کنم و در حالی که جابجایی تیغه اتاقم مدت‌ها طول می‌کشید، نمی‌توانستم تحول کوچک ایجاد کنم، چه برسد به کار بزرگ فرهنگی. دفتر موسیقی با 40 کارمند همه موسیقی کشور را می‌چرخاند و برای صدور 2000 مجوز موسیقی فقط یک کارمند دارد. این آسیب است. حالا ایده هایی که به همگرایی با خانه موسیقی و انجمن موسیقی نمی رسد بماند. آقای ارجمند روز دوشنبه 15 تیر گفت من احساس کردم حضورم مؤثر نیست. مثلا معتقدم قیمت بلیط های ارکستر سمفونیک باید زیر 20,000 تومان باشد، در حالی که 150,000 تومان است. من به عنوان مدیر کل نقش حاکمیتی نداشتم و این دردناک است. مدیر کل سابق وزارت ارشاد با تایید اینکه اختیاری ندارد گفت شما به عنوان مدیر کل به یک اثر مجوز می دهید و اتفاقی نمی افتد. بعد به اثر مشابه هم مجوز می دهید. دچار مشکل می شوید. آدم دچار تناقض می شود. هر نهادی نظر می دهد. استعفای مدیر کل موسیقی وزارت ارشاد در حالی صورت گرفته است که در ماه‌های گذشته اختلاف میان دولت از یک طرف و قوه قضاییه و نیروی انتظامی از طرف دیگر بر سر لغو کنسرت‌های موسیقی بالا گرفته است. در تحول دیگر علی جنتی وزیر ارشاد از تغییر محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و برپایی آن در مجموعه باغ کتاب تهران خبر داد. آقای جنتی هنگام بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن گفت شهردار تهران قول داده است با آماده سازی 130,000 متر مربع از مجموعه باغ موزه و باغ کتاب 29 نمایشگاه بین المللی کتاب نیز در همین مجموعه برگزار شود. آقای جنتی گفت البته در حال حاضر تنها نزدیک به 50,000 متر مربع از این مجموعه آماده سازی شده است که در اختیار نمایشگاه قرآن قرار گرفته است. بنابراین برای رسیدن به میزان فضای مورد نظر کار زیادی باید صورت بگیرد. تغییر محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی از خواسته های ناشران ایران بوده است. وزیر ارشاد گفت ما در مصلا برای برگزاری نمایشگاه کتاب هر سال رقم‌های میلیاردی پرداخت می‌کنیم، اما شهرداری تهران بدون هزینه این مکان را در اختیار ما قرار داده و تمام امکانات را برای ما بسیج کرده است.